عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. پایان ماه رمضان آغاز ماه‌های حج است. شاید بسیاری از مؤمنین این مطلب را در نظر نداشته باشند، ندانند که از آغاز شوال می شود فریضه حج امسال حج 1414 را شروع کرد. این یک مسئله فقهیه، ولی قرار نیست که مسائل فقهی همه اش علما و طلاب علم بدانند. خب شایسته است که کلیه مسلمانان به مسائل فقهی هرچند مربوط به زندگیشون نباشند یک توجهی داشته باشند تا حد زیادی. حالا دقت بفرمایید، شخص مسلمان در 3 ماه یا دقیقا در 2 ماه و 9 روز میتواند فریضه حج رو شروع کند. ماه شوال، ماه ذوالقعده و 9 روز از ذوالحجه، جمعا 69 روز. یعنی یک شخص مسلمان میتواند 69 روز در حال احرام به حج باشد، عبادت حج رو شروع کند. مثلا از مسکو بودن بزرگانی در قرنهای خیر، قرن اول و دوم و سوم هجری بزرگانی بودند در آغاز اسلام، همون که عرض کردم قرن اول و دوم و سوم، قرنهای خیر، که فریضه حج را از سمرقند شروع کردند. بزرگانی از علما، از مجاهدان اسلام، از سمرقند، از بخارا احرام به حج بستند، با لباس احرام در حال احرام حرکت کردند و روز 8 ذوالحجه در مکه طواف کردند. کل ماه شوال، ماه ذوالقعده و 7 روز از ذوالحجه در راه بودند از سمرقند تا مکه معظمه. ولی به هر حال هر آنی شما به عنوان مسلمان فریضه حج را شروع کنید، باید روز 10 ذوالحجه حج را تمام کنید. پایان حج روز 10 ذوالحجه است، آغازش به اختیار شماست، هر آن شما بخواید شروع کنید. و داریم مسلمانانی همکنون، مسلمانانی داریم که کل فریضه حج را در کمتر از 48 ساعت انجام میگرد. فریضه حج را مثلا، خب شخص مسلمان همسایه کعبه است، یعنی که از شهر نزدیک منزل داره، حالا طائف باشد، بندر بین المللی، جده باشد، یا اون برتر مسئله نیست. صبح روز عرفه از شهر خودش، از طائف یا جده احرام می‌بندد، حرکت می‌کند، لبیگون می‌رود سهر عرفه. ظهر عرفه است، ظهر روز عرفه، در جمع مسلمین لبیک می‌گوید، دعا می‌کند. عصر تا غروب در جبل الرحمه موقف رسول الله صلی الله علیه و آله می‌ایستد، دعا می‌کند. شب میاد مزدلفه، نماز مغرب عشا می‌خواند، بیتوته می‌کند اونجا. صبح روز 10 میاد مکه، میاد منا، جمره میزند، قربانی میکند، سر میتراشد، میره مکه طواف سعی میکند. روز 11 میماند اونجا، ظهر 9 تا ظهر 10 تا ظهر 11، این 48 ساعت، حد در 48 ساعت انجام داره. حالا اگر
بخواد حج را تکمیل تکمیل کنند باید تا دو بعد از ظهر روز 12 بماند، یعنی جمعاً در 36 ساعت میشود فرض حج را انجام داد، حداقل در 3 روز در 3 روز میشود انجام داد. ولی شما میتوانید کل ایام حج در حال احرام باشید.